روز بخیر خدمت شما بینندگان و همراهان همیشگی تلویزیون ایرانیان بلین. در اولین برنامه در فصل تابستان میهمان خانه های گرم و با محبت شما عزیزان هستیم. امروز یک شنبه 26 یونیه 2011 میلادی برابر با پنجم تیر ماه 1390 خورشیدی میباشد. برنامه امروز را آغاز میکنیم با هم اخبار یک هفته اخیر ایران و دیگر نقاط جهان. در قسمت بعدی قسمت دوم گفتگوی همکارم فرهاد حیرانی با آقای حسن یوسفی اشکبری فعال ملی مذهبی تقدیمتون میشه و در قسمت آخر اخبار فرهنگی سیاسی اجتماعی از شهر بلین. گل باغ می تو چش چراغ می تو چش چراغ می تو این شو اول بهارا موقع کشت کارا این شو اول بهارا موقع کشت کارا گل باغ می تو چش چراغ می تو گل باغ می تو چش چراغ می تو گل باغ می تو چش چراغ می تو
توجه شما را به رویدادهای خبری هفته‌ای که گذشت جلب می‌کنم. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از خروج هزاران نفر نظامی مستقر در خاک افغانستان تا پایان سال 2011 خبر داد. وی افزود تا سال 2014 مسئولیت کامل حفاظت و امنیت افغانستان به این کشور واگذار خواهد شد. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد احمد شهید وزیر امور خارجه سابق مالدیو را به عنوان گزارشگر ویژه برای ایران معرفی کرد. انتخاب این گزارشگر با واکنش‌های متفاوتی در ایران روبرو شده است. بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل متحد سخنان بشار اسد رئیس جمهور سوریه را فاقد اعتبار توصیف کرد و شورای امنیت خواست برای مقابله با بحران سوریه به اتفاق نظر برسد. این در حالی است که بشار اسد در آخرین سخنرانی خود گفته بود به هیچ وجه حاضر نیست در شرایط هرج و مرج اصلاحات را بپذیرد. هوشیار زیباری وزیر امور خارجه عراق تاکید کرد ساکنان اردوگاه اشرف تا پایان سال جاری باید خاک عراق را ترک کنند. وی گفت آنهایی که می‌خواهند به ایران برگردند بدون هر گونه مشکل و فشاری می‌توانند به ایران بازگشته و تسهیلات لازم برای بازگشت آنها فراهم می‌شود. گفتنی است بیش از 3000 تن از اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران در اردوگاه اشرف خواهان رفتن به یک کشور اروپایی به صورت جمعی هستند. در پی جان باختن هدا صابر و حاله صحابی 12 تن از زندانیان سیاسی در اعتراض به عدم رعایت حقوق قانون زندانیان سیاسی دست به اعتصاب قضا زدند. گفتنی است وضعیت چند تن از اعتصاب کنندگان نامناسب گزارش شده است. مریم مجد خبرنگار عکاسی که به قصد عکاسی از جام جهانی فوتبال زنان در آلمان راهی این کشور بود روز جمعه در حالی که میزبانان آن آلمانی او را در دوسلدورف منتظر بودند ناپدید شده است. وی عضو کمپین ورود زنان به ورزشگاه ها و همچنین همکار ماهنامه توقیف شده زنان بود. و آخرین خبر این که دادستان عمومی و انقلاب اصفهان با بیان اینکه دوچرخه سواری بانوان در قانون عملی مجرمانه تلقی نشده گفت برخورد با این گروه از خواسته های علنی روحانیون است و جای دوچرخه سواری بانوان در انظار عمومی و خیابان نیست. دموکراسی پایدار نمیماند اما بجز توطئه‌های محافظه‌کاران نگرانی‌های جدی نیز درباره آینده اصلاحات ایران وجود دارد. یکی از این نگرانی‌ها اختلاف و یا بی‌برنامگی اصلاح طلبان در دولت و مجلس آینده است. دیگر تفرقه احتمالی در میان جناح اصلاح طلبان است که ممکن است عمیق شود. مردم و سوم اینکه گروهی از دایه‌داران اصلاحات در جبهه دوم خرداد ممکن است به دلایلی چون عدم اعتقاد لازم به آزادی و دموکراسی و یا سطحی دیدن مطالبات مردمی و یا حفظ منافع طبقاتی و یا جناحی محافظه‌کاری‌های سیاسی و یا مذهبی مردم را رها کنند و دموکراسی را در پای منافع جناحی خود قربانی کنند. نگرانی دیگر کارشکنی اپوزیسیون خشونت طلب است و اپوزیسیون غیر دموکراتیک که ممکن است که ممکنند حاضر شوند دموکراسی را در پای خواسته های گروهی و یا ایدئولوژی که از مد افتاده و از رد خارج شده قربانی کنند. به هر حال راه دشوار دموکراسی ادامه خواهد داشت و مردم با یاری رهبران فکری و سیاسی صادق و وفادار خود به ویژه نویسندگان شجاع و ارباب مطبوعات توانمند در ایران که هرگز مطبوعات تا این اندازه در ایران توانا و آگاهی بخش نبوده تا آخرین مرحله دموکراسی و مردم سالاری به پیش خواهند رفت. پس بیاری مردم برخیزیم و بیاری هم برخیزیم. Oh.
آقای کاظم آقای کاظم کردوانی که عضو کمیته دفاع از حقوق. اجازه بدید من به فارسی بگم برای دوست. پس توقع شما از انتخابات این است که ببینید آیا شرکت کردن میتونه اولا به حاکمیت در تثبیت حکومتش کمک میکنه یا نه، و دوم اینکه به این رأی دادن به نوعی حتی اگر شمارش نشه به نوعی ممکنه باعث بشه که توجه حاکمیت رو به مردم جلب کنه وقتی ببینه آرای مخالفش خیلی بالا اومده، ولو اینکه در تلویزیون بیاد بگه مثلا همه اینایی که شرکت کردن موافقان نظام هستن، اما این درک خودش پیدا میکنه که این مخالفت ها وجود داره. به هر حال ببینید یه نیروی سیاسی نباید سعی بکنه که ابزار بشه، یعنی همش امتیاز بده و هیچ امتیاز نگیره. عالم سیاست عالم ایدئولوژی نیست که، یا ارزش‌های مطلق نیست. باید ببینی که رأی شما تأثیر داره یا نداره. اینکه شما اشاره کردی به این که به نظام مشروعیت میده یا به انتخابات مشروعیت میده، بله بالاخره یه عنصر سیاسی وقتی که میره رأی میده معنیش اینه که یک نوع مشروعیت هم به انتخابات میده، این فی نفسه اشکال نداره. منتها بحث اینه که من وقتی که امتیاز به حکومت میدم آیا حکومت هم امتیازی به من میده، یعنی آیا درصدی از رأی من به حساب میاد، من به اون منتخب خودم کاندیدای مورد علاقه میتونم رأی بدم یا نه، یا این نماینده ای که میره تو مجلس، حالا یا اکثریت یا اقلیت، اوناش مهم نیست، بالاخره انتخابات همینه دیگه، یکی اکثریت بده یکی اکثر اقلیت پیدا میکنه. اما اجازه میده که نماینده این من به عنوان حتی اقلیت وارد اونجا بشه و بعد اونجا هم بره دست و پاش بسته نباشه، با حکم حکومتی هر روز عرض کنم دنبال نخستیان نفرستن اون رو، اونا بتونه اثر بگذاره، بخشی از آرای من رو افکار من اونجا منعکس کنه، در تصمیم گیری ها نقش داشته باشه، ولو آروم آروم، چون من معتقد به تحولات تدریجی هستم، مثلا اصلاحات تدریجی نمی‌کنم. شما احتمال حضور نماینده هایی که بازگو کننده نظرات مردم باشن امکانش هست که اصلا اینا تایید صلاحیت بشن بتونن در تو انتخابات خودشون رو نامزد بکنن؟ عرض میکنم این رو هم باید نباید مطلقش کرد، ممکنه در یک زمانی در حد نسبی در حد جهان سومی باشه، در یک ممکنه نباشه، همونجوری که مواردی که سیر خودم خدمت شما گفتم در دوره ای را که احساس میکردم هیچ تأثیر نداره شرکت نکردم، در اون دوره ای که احساس کردم که یک اندک تأثیری داره شرکت کردم رأی دادم. بنابراین نمیشه سیاست فیدش کرد. در این اگر در ارتباط با انتخاباتی که ما 8 ماه دیگه داریم میفرمایین، الان من هیچ نقطه امیدی نمیبینم که حکومت بتونه بخواد یا برام باشه که یک امتیازی به جامعه بده به مردم بده و یا یکم فضا رو باز بکنه، در حال حاضر من چنین امیدی نمیبینم. ولی در این حال همونجوری گفتم الان نمیتونم بگم که آه من از همین الان تحریم میکنم یا همین الان میرم رأی میدم، وابسته به شرایط روز باید تصمیم بگیرم. با توجه به تنشی هم که وجود داره خب طبیعیه. بله، یعنی اگر امکانش وجود داشته باشه، با اگر دارم میگم، در الان این لحظه که داریم با هم صحبت میکنیم نه، اگر همین الان فردا صندوق رأی بخوام بذارم طبیعیه من نه خودم شرکت نمیکنم، بلکه معتقدم که سران جنبش سبز آقای موسوی کرو و آقای خاتمی هم با تحریم کنه، معنی نداره که در انتخاباتی که آقای خاتمی بارها این روزا گفته آقا این شرایط آقای موسوی زمانی که بود تو بیانیه 17 و 16 هی مرتب گفتن آقای زندانی سیاسی آزاد بشه، مطبوعات چه بشه فلان. من معتقد هستم که الان این سران جنبش سر که یک جنبش اجتماعی هم پشت سرش هست از موضع قدرت، باید بیان اتفاقا برای حاکمیت شرط بگذارن، همونجوری که بار اول آقای خاتمی چند پیش شرط گذاشت و حسابی تعادل اینا رو به هم ریخت و یک موضع خیلی خوبی بود، از موضع بالا از موضع طلبکاری حقوقی از حاکمیت و او رو به چالش بطلبن بگن این ایناست. و حتی من معتقدم که الان باید سران جنبش هم در موقعیت هستن که بگن نظارت استصوابی باید حذف بشه. نظارت استصوابی اتفاقا نه تنها خلاف قانون اساسیه، حداقلش اینه که در خود قانون اساسی هم اصلا وجود نداره، این در مجلس چهارم تصویب شده. یه چیزی خلاف آقای کروبی دیگه، آقای کروبی که خط امام بوده در دوره‌ای که مجلس چهارم مجلس ششم رئیس مجلس بود، ده ها بارشون از پشت تریبون مجلس اعلان کرده که امام هم اعتقاد به چیز نداشته، به عرض کنم نظارت استصوابی نداشته و این خلاف قانون اساسی. حالا من کار ندارم که آقای خمینی اعتقاد داشته یا نداشته، از منظر آقای کروبی وقتی نگاه کنیم میگم خیلی خوب، الان با آقای کروبی در موقعیتی قرار داره که برای حاکمیت شرط بگذاره و بگه آقا نظارت استصوابی خلاف قانون اساسیه و باید برداشته بشه. از این موضع که برخورد کنن، ممکنه که اونا اگر نظارت استصوابی رسما برندارن، ممکنه در یه روزی در مورد ضعف قرار بگیرن، حالا یا 7-8 ماه آینده یا یه سال بعد،
در موضعی قرار بگیرن که حداقل عملا نظارت استثبابی منتفی کنن. اگر اونجوری بشود اون وقت بله یه گامی ما به جلو برمیداریم، وگرنه بخواد که حکومت امتیازی نده در عمل هم در موقع انتخابات یه شامورتی بازی را بیندازن و چهار تا اون نسبی به نام اصلاح طلب ببرن تو مجلس یا تو انتخابات و بعدم برن تو مجلس مثل اقلیت فعلی مجلس ما که هیچ نقش مثبتی اینا در طول این دوران نداشتن. من توجهتون رو به گفتگو با آقای حسن اشکبری جلب میکنم که همیشه با صحبت‌های تندشون مواضع خودشون رو صریح اعلام میکنن. فضای داخل ایران، فضای داخل باند حاکم بر ایران فضای پرتنشی است. آقای احمدی نژاد از یک سو و آقای خامنه‌ای از سوی دیگه. به نظر میرسید که آقای خامنه‌ای در انتظار اتمام دوره دولت هست تا به خوبی و خوشی تموم شه. از طرفی دستگیری های اطرافیان آقای احمدی نژاد هنوز ادامه داره، تا جایی که آقای مصلحی گفتن جاسوسانی که گرفتیم در بدنه مدیریت کشور بودن، طبیعتاً مدیریت کشور قوه مجریه است. و از سوی دیگه هم میبینیم که آقای خامنه‌ای در سالگرد فوت آقای خمینی اعلام کردن که آقای خمینی هم بارها اشتباه کرده، که گویا این زمینه ساز این است که اعتراف به اشتباهی بکنن. شما فضا رو چطور میبینید؟ فضا میره به سمت عدم صلاحیت به دولت گفتن از سوی مجلس، یا اینکه فقط آقای احمدی نژاد رو نگه دارند و دورش رو خالی بکنن تا این مدت هم به سلامت بگذره، حرف آقای خامنه‌ای تباه نشه؟ والا یک سنتی در جمهوری اسلامی هست که همیشه بوده، از همون اول تا الان هم هست، و اونم اینه که وقتی که یک اختلافی در سران نظام به وجود بیاد تلاش میکنن که از پشت صحنه به بیرون صحنه درز نکنه، و به خصوص رهبر نظام زمان آقای خمینی اینطوری بود، الان هم همینطوره که اگر اختلافی هست، تنش‌های بینشون هست، نمیدونم درگیری‌هایی وجود داره، حتی الامکان پشت صحنه حل و فصل بشه. ولی وقتی که به بیرون صحنه آمد و علنی شد و اون وقت اونجاست که رهبر نظام، اون کسی که در برابر رهبر ایستاده، سعی میکنه که بالاخره حذفش بکنه و بی‌اعتبارش بکنه. آقای احمدی نژاد خب در طول این 6 سال درگیری‌ها و چالش‌های با آقای خامنه‌ای داشت که هرگز این چالش‌ها در زمان آقای خاتمی نبود، در زمان آقای رفسنجانی نبود، ولی در این حال آقای خامنه‌ای تحمل می‌کرد، یه جایی امتیاز می‌داد، یه جایی بالاخره جلوش می‌گرفت، ولی در این حال معمولاً آقای احمدی نژاد خیلی دست بازی داشت به دلیل حمایت‌های همه‌جانبه‌ای که رهبری ازش می‌کرد. نه به مجلس اعتنایی می‌کرد، نه به قانون اعتنایی می‌کرد، نه به قوه قضاییه اعتنایی می‌کرد. ولی سرانجام ظاهرا آقای خامنه‌ای به این نتیجه رسید که ایشون و گروه ایشون مثل اینکه خیلی بلند پروازن و دنبال برنامه‌های دیگه هستن. حالا مثلا انتخابات مجلس هست، ریاست جمهوری هست، مثل اینکه بناست که احمدی نژادیسم همینجور ادامه پیدا کنه. آقای خامنه‌ای اینا رو برای یک دوره خاصی آورده بود، برای یک هدف‌های خاصی آورده بود و دیگه احساس کرد که تاریخ مصرف اینا هم تمام شده. بعدم ایشون 11 روز آمد به عنوان اعتراض رفت خونه نشینی کرد و تاثیر شد تو خونه و چنین چیز دوست نظام جمهوری اسلامی ولایت مطلقه فقیه سابقه نداشت. خب آقای خامنه‌ای دیگه اینجا و گروه ایشون دیگه به این نتیجه رسیدن که دیگه احمدی نژاد قابل تحمل نیست. منتها به نظر میرسه خبرهایی هم که میرسه و به هر حال از صحبت‌های آقای خامنه‌ای و اطرافیاش هم برمیاد، فعلا سیاست اینه که دوروریای آقای احمدی نژاد رو بزنن، حالا یا به زندان بیاندازن یا برای اینا پرونده درست کنن یا انفصال دائم از خدمات دولتی بدن مثل اون آقای بقایی، تحت عناوین مختلف با کمترین هزینه آقای احمدی نژاد رو به صورت یک احمدی نژاد بی خاصیت در بیارن که هیچ به اصطلاح خاصیتی نداشته باشه. هرچند شخصا معتقدم که آقای احمدی نژاد از اون بعد از 11 روز دیگه احمدی نژادی وجود نداره، اون احمدی نژاد تموم شده دیگه. بر بحثم با این صحبتی که جسارتان صحبتتون رو قطع کردم، با این صحبتی که آقای احمدی نژاد اخیرا کردن که ما کوتاه اومدیم، ساکت شدیم، سکوت الهام بخش وحدت رو داریم، اجازه بدید ما کار کنیم. بله گفت حالا همه اطرافیان ما رو که گرفتن دیگه بزنیم کارمون رو بکنیم. ولی به هر حال هنوز به نوعی سکوت اعتراضی خودش رو، سکوت اتفاقا الهام بخش وحدت بخش نیست، سکوت اعتراضی خودش رو داره ادامه میده. حالا میخوام اینو عرض بکنم که فعلا سیاست آقای خامنه اینی که این دو سال آقای احمدی نژاد باشه کاملا قابل فهمه، به خاطر اینکه حذف آقای احمدی نژاد چه از طریق مجلس، چه از طریق قوه قضاییه، چه از طریق وادار کردن به استعفا، برای رهبری هزینه زیادی داره، برای نظام هزینه زیادی داره. چون من معتقدم که به صلاح تالا درسته که آقای خامنه‌ای دست برتری داره، برتر داره، ولی در نهایت برنده بازنده آقای خامنه‌ایه. یعنی از روزی که خودش رو سنجاق کرد با آقای احمدی نژاد
و از این کودتای انتخاباتی رسما حمایت کرد. در واقع بازنده ایشون آقای احمدی نژاد که کاری نیست تو این نظام، که آقای احمدی نژاد با ایشون و نظامی آمده بالا. حالا الان به نظر میرسه که اگر احمدی نژاد به هر شکلی حذف بشه هزینه بیش از این باید بپردازه، لذا هزینه کم اختصار میکنه عقل و بر اساس قاعده هزینه فایده. عرض کنم آقای خامنه به این نتیجه رسیده که آقای احمدی نژاد باشه این دو سال رو تمومش کنه که چالش عظیمی در نظام به وجود نیاد، چون بالاخره حذف بشه یک خلای قدرتی به وجود میاد. به علاوه تمام به اصطلاح حرفای موسوی و کروبی و خاتمی و همه این جنبش اعتراضی در واقع همونجوری که تاکنون تصویر شده و بعد از این هم بیشتر تصویر خواهد شد، توازن به هم میخوره. بعد در این صورت ممکن آقای هاشمی در ساختار قدرت و باز قدرت پیدا کنه. آقای هاشمی بالاخره یک وزنه ای هست، حداقل یک کمک هایی میتونه به این ور بکنه و بعد این جنبش سلف ممکنه که بالاخره گسترش پیدا کنه و کنترل از دستشون در بره. اما نباید فراموش کرد که همه چیز دست آقای خامنه ای اون گروه نیست. بخشی از اینا برمیگردد به مسئله انتخابات که در انتخابات آینده گروه احمدی‌نژاد چیکار میکنه، کاملا بازی رو واگذار میکنه یا باز به رقابت برمیخیزه، چون نمیخوان هیچ امتیازی به آقای احمدی‌نژاد گروهشون بده. شورای نگهبان هم که یا بله گفتن بله. بعد این مسئله دیگه هم وجود داره، اون اینه که آقای احمدی‌نژاد که خاتمی نیست، حالا کار به بدی خوبیش نداره، ما بالاخره احمدی‌نژاد قابل پیش بینی نیست. مثلا فرض کنید که اگر بنا بشه که مجلس رأی بعدم صلاحیتشون بده، یعنی صلاحیتشون رو به بحث بگذاره، طبق قانون رئیس جمهور باید بره از خودش دفاع کنه. چیکار باید بکنن؟ یا باید مثل زمان بنی صدر فضا رو چنان حاد کنن که آقای احمدی نژاد جرأت نکنه درو کنه بیاد بیرون، یا اینکه نه یه فضای آرامی سعی بکنن درست کنن که آقای احمدی نژاد هم بیاد اونجا حرف بزنه. اون وقت آقای احمدی نژاد وقتی که آمد در اونجا، احمدی‌نژاد از اون آدمایی نیست که اونجا دیگه به سکوت برگزار کنه. ممکنه در اون آخرین لحظه که احساس میکنه همه چیز داره از دست میده، ممکنه که دست به یک کارایی بزنه، حرفایی بزنه که اون وقت اساسا دیگه هیچ مشروعیتی برای نظام، برای آقای خامنه‌ای باقی نگذاره. بنابراین در موندن که با این پدیده چه کار کنن. فعلا سیاست مدارا هست، ولی بعدم زمانم زمان طولانی هست، یعنی دو سال بالاخره هست. اگه 5 ماه بود 6 ماه بود میشه کارش بکنی. بالاخره این دو سال حوادث و تغییرات زیادی ممکن اتفاق بیفته در داخل کشور، در خارج کشور، منطقه و خیلی از مسائل، مسئله یارانه‌ها و گرانی و تورمی که هست، شورش‌هایی که در میان مردم به وجود بیاد، هزار یک مسئله وجود داره. واقعا من خودم یه خود سخت دشوار می‌بینم که این دو سال واقعا به خیر و خوشی بگذره. مضافاً اینکه اطرافیان آقای احمدی نژاد گفتن که ایشون دسترسی به پرونده‌های اطلاعاتی نزدیکان آقای خامنه‌ای پیدا کردن. جمله ای رو از آقای اشکبری یاد بکنم که در سال 2000 گفتم و باعث سر و صدای زیاد شد، پرونده سنگینی برای ایشون به وجود اومد که همه اروپایی‌ها در آسمان به دنبال یافتن قمرهای جدید هستند، ما هنوز دنبال قمر بنی هاشمیم. اسم حضرت ابوالفضل باید خیلی کوتاه اشاره کنم، مؤسسه انجمن خیریه حضرت ابوالفضل اصفهان اعلام کرده اهدای اعضای بدن به افغان‌ها ممنوع است. کاش کسی از این عزیز سوال میکرد که اگر افغان ها خارجی هستن، مؤسسه شما که اصلا اسمش هم خارجی هست. ممنون که تشریف آوردید، در خدمتتون بودیم. امیدواریم بتونیم باز هم در خدمت شما باشیم. تا برنامه دیگر، روز و روزگار بر شما خوش. موفق باشید. توجه شما را به اخبار فرهنگی، سیاسی، اجتماعی از شهر برلین جلب می‌کنم. آموزشگاه پروین اعتصامی امروز یک شنبه 26 یونی شورای تابستان را به همراه خانواده‌های گرامی و دانش آموزان عزیز با اهدای کارنامه‌های تحصیلی در فضای سبز همراه با چای، قهوه، شیرینی و کباب جشن می‌گیرد. در این روز از خانواده‌های علاقمند برای نام‌نویسی فرزندان خود در سال تحصیلی جدید استقبال می‌شود. لازم به تذکر است که این جشن بدون ورودیه همراه با چای و شیرینی رایگان برگزار می‌شود و ورود برای همه خانواده‌ها و فرزندانشان آزاد می‌باشد. شادمان خواهیم گشت اگر چنانچه ما را با آمدن خود سرافراز فرمایید. برای کسب اطلاعات بیشتر و آشنایی با فعالیت‌های آموزشگاه می‌توانید به سایت اینترنتی www.madrasekhattetirefarsi.de مراجعه نمایید. محل برگزاری جشن سالز کلوب واقع در سالزوفا شماره 20 در 10587 منطقه شارلاتنبورگ. شروع برنامه ساعت 14. تلفن تماس 0157-874-954-55. آموزشگاه پروین اعتصامی انجمن فرهنگی آلمان و ایران.
در سالگرد 18 تیر برای همبستگی با جنبش دانشجویی در ایران برای دموکراسی و حقوق بشر و نه به جمهوری اسلامی ایران با سخنرانی نمایشگاه عکس و موزیک زنده. زمان شنبه 9 یولی 2011 ساعت 18. مکان کلیسای شکسته. برگزار کننده کانون پناهندگان سیاسی ایرانی در برلین و کمیته دفاع از زندانیان سیاسی. اگر سایت اینترنتی شما و بروشورهای تبلیغاتی فعالیت‌هایتان مخاطبین فارسی زبان را تحت پوشش قرار نمی‌دهد، ما آنها را به زبان فارسی هم طراحی می‌کنیم. همچنین خانم‌ها و آقایان فارسی زبان، حتی مادر بزرگ‌ها و پدر بزرگ‌ها که معتقدند هیچ سنی برای یادگیری دیر نیست و می‌خواهند از طریق ایمیل و اینترنت با دنیا در تماس باشند، می‌توانند در آیتی فردوسی به زبان فارسی با مبانی کامپیوتر و اینترنت آشنا شوند و برنامه‌های ورد، اکسل و پاورپوینت را به خوبی یاد بگیرند. محل تشکیل کلاس‌ها تراوتنشتغاسه شماره 5 نزدیکی اوبانهوف گونسلشتغاسه. تلفن اطلاعات 270-17-570. مطب جدید دکتر محسن لطفی در مرکز شهر برلین افتتاح شد. سلام و درود بر شما دوستان و هموطنان عزیز ایرانی. من دکتر محسن لطفی هستم و میخواستم افتتاح مطب جدیدم را در منطقه شارلوتنبورگ کوفوسندم شماره 226 روبروی کافه کانسلا به اطلاع شما برسونم. تخصص من در فیزیکالش مدیسین و رهابیلیتاسیون هست. در واقع ما تمام بیماری هایی که با ستون فقرات و مفصل ها هست معالجه میکنیم. تخصص ویژه من در قسمت درد درمانی هست با تکنیک های مختلف، به ویژه FTM که از آمریکا میاد، Fascial Distortions Model و گولگی تراپی، متد هایی هست که برای بازسازی ماهیچه ها و درد های مختلف استفاده میشه که من تونستم اونها رو یاد بگیرم و در اختیار شما بذارم. ما در مطب بزرگی که داریم حتی فیزیوتراپی و ماساژ و گیمناستیک و متد های مختلف ورزشی رو هم تونستیم استفاده بکنیم و یک قسمت بزرگی از مطب ما در اختیار فیزیوتراپوت ها هستن که با مریض های مختلف و بیماری های مختلف اونا میتونن در همون لحظه و در همون واقعی که بیماری های مختلف وجود میاد و مریض ها پیش ما میاد بتونیم اینا رو معالجه بکنیم و تعمیم بدیم. و ما خیلی خوشحال میشیم در برای دوستان و هموطنان ایرانی که با دردهای مختلف مفصلی، ماهیچه‌ای و ارتوپدی دارن بهشون کمک بکنیم و در اختیارشون باشیم و خوشحال میشم که این اطلاع میتونم به شما برسونم. متشکرم و به امید دیدار. رستوران پرسپولیس افتتاح شد. نان داغ، کباب داغ. انواع کباب ها و خورشت های خوشمزه ایرانی در رستوران و شیرینی سرای پرسپولیس. در مرکز شهر برلین، کورفورستن اشتراسه شماره 127 در 10785 برلین. شماره تلفن 03 450 86